یک حکایت. این داستان بزرگواری مالک اشتر. بازی گوش، تو چرا مثل خروس جنگی هر روز با یکی دعوا داری؟ استاد من فقط یه شوخی کردم، این بزرگش کرد. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند از مجادله و ستیزه‌جویی بپرهیزی، زیرا این دو دلها را نسبت به برادران دینی مکدر کرده و بذر نفاق بر دعوا و ستیزه‌جویی پرورش می‌یابد. حال توضیح دهید چرا دعوا می‌کنید؟ بازیگوش دانه ماش میاندازد در نی و فوت میکند. خورد به چشمانم. این چه نوع شوخی است؟ نگفتی ممکن است به چشمش آسیب برسند؟ استاد من چند دانه ماش به سمت باهوش پرت کردم، چیزی نگفت. فکر کردم حتما درد ندارد. من چیزی نگفتم، زیرا از خطایت گذشتم و دعا کردم که خدا به راه راست هدایتت کند و شاید دست از این شیطنت هایت برداری. احسن به تو که دعای شایسته و خوبی کردی. این رفتار رفتاری بزرگوارانه است که من را به یاد بزرگواری مالک اشتر انداخت. چه کسی او را می شناسد؟ استاد ایشان سردار بزرگ صدر اسلام هستند که از یاران و فرمانده سپاه امام علی علیه السلام بودند و در جنگ های مسلمین علیه کفار رشادت و از خود نشان دادند. احسن. در بازار کوفه مردی بی‌ادب بود که برای سرگرمی خود و خنداندن بازاری‌ها رهگذران را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد. روزی مالک اشتر از بازار کوفه می‌گذشت، پیراهن کرباسی در بر و عمامه‌ای از کرباس بر سر داشت. مرد بی‌ادب که او را نمی‌شناخت با مشاهده آن لباس کم ارزش: چهره این مرد را ببینید، کرباس پوشیده، بگذار کمی او را مسخره کنم و بخندیم. مرد کلوخی برداشته و به سمت مالک پرت می‌کند. مالک واکنشی نشان نداده و به راه خود ادامه میدهد. غریبه، عجب جنس مرغوبی دارد این کرباس. کروخی به این درشتی تند را نیازد، یکی دیگر بیندازم. بازاریان با ایما و اشاره سعی کردند تا او را از این کار بازارم، ولی او متوجه منظور آنها نشد. چه میگویید؟ چرا ایما و اشاره میکنید؟ کروخ هم کوچک است، یکی بزرگتر برمیدارم، این خوب است. عجب، ای مرد، کرباست را به چند میفروشی؟ با این کرباس میتوان به میدان نبرد رفت و شمشیری و تیری بر تن کارساز نشود. شما ها امروز چتان شده است؟ با مشتی زعفران هم نمیخندید؟ وای بر تو مرد، چقدر اشاره کردیم نکن. خواستم اسباب خنده تان را فراهم کنم. آیا دانستی چه کسی را مورد اهانت قرار دادی؟ آری؟ مردی با لباس کرباسی که یا تن محکمی داشت که درد را نفهمید یا کرباسش از جنس مرغوبی بود. خدا به دادت برسد، آن مرد مالک اشتر بود، فرمانده سپاه و یار صمیمی امام علی. مرد از شنیدن نام مالک به خود لرزید و از کرده خود پشیمان شد. ای وای بر من، بیچاره شدم. چگونه عمل خود را توجیه کنم؟ چه مجازات سنگینی در انتظارم هست. ای مرد، تو راه چاره را نشانم بده. چطور از پیش از آن که مالک تو را احضار کند خود برای عفو بخشش و عذرخواهی به نزدش بروی؟ چه میگویی؟ مجازات خودم را جلو بیاندازم؟ خود دانی من اگر جای تو بودم میرفتم و عذرخواهی میکردم. آری بهتر است بروم و به پایش بیفتم. مرد در مسیری که مالک رفته بود به راه افتاد و پرسان پرسان سراغ مالک را گرفت و فهمید که او به مسجد رفته است. مالک را در حال نماز خواندن پیدا کرد و گوشه ای ایسا تا او نمازش را تمام کرد. سلام بر فرمانده بزرگ سپاه اسلام، مرا عفو کنید، جوانی کردم و خامی، مرا ببخشید ای مالک. این چه کاریست که میکنی؟ از عمل بدی که انجام دادم پوزش میخواهم. خوف و حراسی نداشته باش، به خدا قسم به مسجد نیامدم مگر آنکه از پیشگاه الهی برای تو طلب آمرزش نمایم و خدا به راه راست هدایتت کند و دست از مسخره کردن دیگران برداری. یعنی شما از اهانت من خشمگین نشدید؟ رسول اکرم همیشه به اصحاب سفارش میکردند تا از خشم و غضب دوری کنند و میفرمودند خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده و آتش با آب خاموش میشود، پس هرگاه خشمگین شدید وضو بگیرید. بزرگواری مالک باعث شد تا مرد از مسخره کردن دیگران دست بردارد و توبه کند. اما تو پسرم، برای خنداندن دیگران و سرگرمی راه‌های بهتری از اذیت و مسخره کردن وجود دارد. استاد من از عمل کردار خودم پشیمانم و قول می‌دهم هرگز این کار را تکرار نکنم. و اما تو، امام هادی علیه السلام می‌فرمایند به زیر دستان خشمگین شدن نشانه حقیر بودن است. با
بازیگوش کاری را از روی نادانی انجام داد، ولی تو باید با گذشت و نصیحت او را متوجه اشتباهش کنی، نه با خشونت و عصبانیت. بله استاد، من از این اتفاق و داستانی که تعریف کردین خیلی درس گرفتم و کار خوب را از این به بعد انجام می دهم.